سلام و عرض ادب فرزانه اکبرزاده هستم با آموزش آمادگی برای مصاحبه آزمون دستگاه های اجرایی در خدمتتون هستم فصل اول این آموزش اختصاص داره به یه معرفی کلی راجع به دستگاه های اجرایی و خود آزمون اگر بخوایم که دستگاه اجرایی رو تعریف کنیم و بدونیم که به صورت کلی به چه دستگاهی میگن دستگاه اجرایی از لحاظ قانون به هر وزارت یا هر سازمانی که عهدهدار انجام یک سری وظایف اجرایی باشه دستگاه اجرایی گفته میشه طبق این تعریف کلیه وزارت ها نیروها و سازمانهای تابعه ارتش استانداری ها فرمانداری ها شهرداری ها مؤسسه های دولتی مؤسسه های وابسته به دولت شرکت های دولتی، محسس های عمومی آمول منفعه و محسس های اعتباری تخصصی توی گروه دستگاه های اجرایی قرار می گیرن. خب طبق تعریفی که پایگاه ملی اطلاع قوانین و مقررات کشور ارائه داده دستگاه اجرایی در چندین دستبندی کلی وجود دارند. اولین دسته بندی که مهمترین دسته بندی هم هست وزارت خانه هستند که هر وزارت به عنوان مثال وزارت آموزش پرورش، وزارت امور اقتصادی و هر کدوم از بقیه ی وزارت خونه ها جزء این دسته قرار می گیرن. دسته دوم نهادها و موسسات عمومی و غیر دولتی هستند که نهادهای مثل شهرداری ها یا تأمین اجتماعی جزء این دسته قرار می گیرند. دسته بعده سازمان های مستقل هستند که سازمان های مثل استاندارد، مثل برنامه و بودجه توی این دسته قرار میگیرند. خود نهاد ریاست جمهوری هم به عنوان بخش اصلی و مهم دولت جزئی از این دسته بندی ها قرار میگیره که خود ریاست جمهوری یا مثلا بنیاد ملی نخبگان که زیر نظر خود ریاست جمهوری هستش این نهادها هم این مراکز هم جزء دستبندی دستگاه های اجرایی قرار می گیرن. نهایتا یه دستبندی جداگانه مثل سایر دستگاه های اجرایی قرار گرفته که هر سازمان دیگه ای که طبق تعریف قانون جزء دستگاه اجرایی هست ولی توی چهار تا دستبندی قبلی قرار نگرفته تو این دستبندی قرار میگیره مثل دیوان محاسبات و قوه قضاییه پروسه جذب در دستگاه های اجرایی چندین ساله که حالت استانداردی گرفته. مرحله اول این پروسه برگزاری آزمون هستش که جلوتر آزمون ها رو یه تعریف و یه جزیات بیشتری ازش ارائه میدیم. مرحله بعدی معرفی چند برابر ظرفیت به دستگاهه. این چند برابر ظرفیت چجوریه؟ معمولا دستگاه ها به خاطر که عقل انتخاب داشته باشن و بتونن بهترین شخص رو از بین پذیرفته شدگان آزمون استخدام کنن تقاضای این رو دارن که چند برابر ظرفیت که معمولا سه برابر ظرفیت استخدامشون هست برای ادامه پرسه جذبشون معرفی بشه بعضی از دستگاه اجرایی که حساسیت بیشتری دارند دنبال نیروی تخصصی تری میگردن حتی گاهن تا پنج برابر ظرفیت هم دعوت به مصاحبه انجام میدن. مرحله بعدی دریافت مدارک است و اون زمان آزمون ما یک سری ادعاها کردیم مبنی بر هویت تحصیلات یا هر چیز دیگه که خب دستگاه مدارک رو از ما خواهد گرفت مرحله بعدی انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی هست که خب گام خیلی مهمیه تو پروسه جذب و بعد از اون مرحله گزینش هست که خب معمولا تعداد معرفی شده ها به گزینش برابر ظرفیت استخدامه یعنی اگر ده نفر رو میخوان ده نفر نهایی فقط وارد پرسه گزینش میشن و نهایتا بعد از انجام مراحل گزینش مراحل نهایی استخدام و جذب انجام خواهد شد. معمولا وقتی ما میخوایم یک آزمون رو شرکت کنیم برای انجام جذب بیشتر از یک نهاد هست که درخواست داده و اعلام نیاز کرده برای جذب. اینکه ما چه جوری بخوایم انتخاب کنیم که کدوم یکی از این موارد رو آزمونش رو بدیم به فاکتورهای مختلفی بستگی داره. اگر بخوایم به صورت کلی فاکتورها رو ببینیم پنج تا فاکتور کلی هستش یه فاکتور و یک نکته موقعیت اجتماعی دستگاهی رو انتخاب کنید که از لحاظ موقعیت اجتماعی بتونه شما رو به اون سطح توقعی که میخواین نزدیک کنه مثلا اگر که شما بتونید جذب دانشگاه بشین، هیئت علمی بشین، خب معمولا در جامعه ما از یک لول اجتماعی خوبی برخوردار خواهید شد. و خب بر بعضی ها این موضوع خیلی مهمه. نکته بعدی آتی شغلیه. اینی که مسیری رو انتخاب بفرمایید که برای شما بتونه امکان رشد و پیشرفت رو هموار کنه حالا از هر لحاظی. نکته سوم احتمال قبولی هست. این نکته احتمال قبولی چیزیه که خودتون باید سبک سنگینش کنید و ببینید آیا با توجه به درخواست دهنده های احتمالی و اون ظرفیت قبولی دستگاه مورد نظر آیا جایی برای رقابت شما وجود داره یا نه گاهن شما میبینین که مثلا یه دستگاهی یه پوزیشن شغلی که خیلی خوب معرفی کردن ولی این پوزیشن خیلی تعداد گیرندش محدوده مثلا یک نفره یا دو نفره یا خیلی نکات و جزئیاتش رو عنوان کردن و شما میتونید حدس بزنید که احتمالا این آزمون و این ظرفیت برای تبدیل وضعیت کارمندی که اونجا وجود داره یعنی که کارمند قراردادی با این شرایط به عنوان مثال دارن اونجا و میخوان از پروسه جذب ایشون رو تبدیل وضعیت کنن رسمی یا پیمانیش کنن بهتر تو همچین شرایطی خب فرصت خودتون رو نسوزونید چون امکان اینکه که شما بخواید همزمان در چند گروه مختلف برای جذب آزمون بدین وجود نداره. نکته بعدی شرایط عمومی و شرایط خاصی هست که اون گروه شغلی خاص داره. به عنوان مثال مثلا شما یه زبان خاصی رو بلدین و بسیار تمایل دارین که توی حوزه مربوط به این زبان کار کنید. و خب این آگهی استخدام یک مترجم توی اون زبان خاص بر شما خیلی جذابه و غیر از اون وقتی شما مثلا پیش بینی میکنید به عنوان مترجم وارد یه دستگاه بشین براتون یه امکانات و ویژگی های خاصی که مورد علاقه شماست به حضور در نشست ها در سمینارها ها و غیر فراهم میشه و نهایتا که میشه گفت مهمترین عامل هست علاقه شخصیه گاهی وقت آدم انقدر به یک موضوع خاصی به یک فیلد کاری خاصی علاقه منده که این علاقه شخصی میتونه کاستی های بقیه موارد رو برای آدم در حدی بپوشونه قبل از اینکه این موضوع رو هم تموم کنیم فقط یه نکته مد نظرتون باشه که نکته حقوق و برای پروسه جذب و هر چیزی کلی زحمت کشیده میشه ولی حقیقت اینه که منتظر و رویای یک حقوق ایدئال رو نباید از همچین کارهایی داشته باشید و اگر که اون نکته اصلی و پوینت اصلی شما اون دریافت نقدی هست که براتون مهمه خیلی مهمه شاید بهتر باشی که شانستون رو توی بخش خصوصی امتحان بفرمایید اگر بخوایم معرفی از آزمون داشته باشیم، تو می تونیم بگیم که از سال 1394 دستگاه اجرایی تصمیم گرفتن یه آزمون متمرکز به نام آزمون دستگاههای اجرایی کشور رو برای جذب نیروهای جدیدشون برگزار کنن. تا امروز تعداد زیادی از دستگاههای اجرایی اقدام به برگزاری این آزمونا کردن. و میشه از بین این دستگاه به عنوان مثال سازمان شیلات وزارت آموزش پرورش سازمان محیط زیست وزارت امور خارجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت نیرو وزارت علوم تحقیقات و فناوری و حوزه‌های مختلفی رو نام برد غیر از دستگاه‌های اجرایی کشور یه سری نهادهای دیگه مثل بانک ها از بستر همین آزمون برای جذب نیروی جدیدشون استفاده میکنن. پروسه ثبت نام تو این آزمون چجوریه؟ دسته به تعداد شرکت کننده هایی که برآورد میشه که تعداد شرکت کننده ها خودش وابسته به اینکه چند تا از دستگاه اجرایی بخوان که توی آزمون درخواست بدن و هر کدوم چه تعداد نیرو رو بخوان جذب کنن این برآورد انجام میشه و بسته به این برآورد انجام شده بستر آزمون یا توسط سازمان سنجش یا توسط جهاد دانشگاهی برگزار میشه تا حالا دو تا دوره از آزمون های استخدام دستگاه اجرایی توسط جهاد دانشگاهی و بقیه توسط سازمان سنجش برگزار شده نحوه ثبت نام توی آزمون هم که خب مشخصا شبیه هر آزمون دیگه‌ای مثل هر کنکور دیگه ای شما باید به سایت مربوطه مثلا اینجا سایت سنجش مراجعه کنید بخش مربوطه که سایت سنجش هم دقیقا یک بخش به نام آزمون متمرکز دستگاه اجرایی داره به اون بخش وارد میشین و پرسه ثبت نام رو تکمیل میفرمایید بعد از اینکه آزمون رو شرکت کردید نهاد برگزار کننده آزمون به شما یه کارنامه میده یعنی شما به سنجش مراجعه میکنید و با همون نام کاربریتون دوباره وارد میشید و کارنامهتون رو میگیرید که اینجا دوتا نمونه از کارنامه شخص پذیرفته شده و شخصی که واجد شرایط نبوده رو میتونید ملاحظه کنید و یه نکته که اینجا شاید بد نباشه ذکر بشه اینه که توی این آزمون ها هم مثل هر آزمون دیگه ممکنه که سهمیه وجود داشته باشه سهمیه بومی یا هر نوع سهمیه دیگه ای. منابع آزمون به صورت کلی به دو تا دسته تقسیم میشن دروس عمومی و دروس تخصصی. سهم دروس عمومی 40 درصد و سهم دروس تخصصی 60 درصد توی نمره نهایی آزمون هستش. موارد دروس عمومی توی تمامی آزمون ها فارغ از اینکه شما چه گروهی و چه دستگاه اجرایی رو میخواین آزمون بدین یکسان هست. طبق آخرین تغییرات سال 1402 مواردی که توی آزمون عمومی آزمون استخدامی قرار داشته آشنایی با قوانین و مقررات اداری، معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، معلومات عمومی، زبان انگلیسی، هوش و توانمندی های ذهنی و فناوری اطلاعات بوده. که خب همطور هم که میبینید درصد سهم هر کدوم از این موارد آزمون دقیقا با هم دیگه مساوی و هفت و نیم درصد بوده. میرسیم به موارد تخصصی آزمون. موارد تخصصی وابسته هم به رشته تحصیلی هست که تقاضا میشه و هم وابسته هست به گروه شغلی که دقیقا بابتش درخواست داده میشه که خب میتونه تغییرات خیلی جزئی یا کلی رو ایجاد کنه اینجا دو تا نمونه من گذاشتم یکی کارشناس تحلیلگر سیستم و یکی کارشناس امور اداری که برای کارشناس تحلیلگر موارد تخصصی که خواسته شده برنامه نویسی پیشرفته شبکه های کامپیوتری مهندسی نرم افزار و پایگاه داده بوده. مورد آخر که درس کلیات مبارزه با پولشویی بوده حالا این شاید خیلی به نظرتون بیاد که ربطی به کارشناس تحلیلگر نداره چون کارشناس تحلیلگر از رشته های معمولا کامپیوتر و برق درخواست میشه که بتونه فقط شرکت کنه ولی این تحلیلگر برای وزارت امور اقتصاد درخواست شده بود و چون برای واحد اطلاعات مالی این کارشناس رو میخواستن لازم بوده که ایشون کلیات مبارزه با پولشویی رو هم بدونه و بلد باشه یا مثلا برای کارشناس امور اداری حالا غیر از اون موارد دانشگاهی که مبانی سازمان و مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی بودجه و مالیه یه مورد آیننامه استخدامی دانشگاه ها هم اضافه شده که خب این اصلا یه عنوان درسی که توی دانشگاه بخواد تدریس بشه نیست ولی خب چون کارشناس قرار بوده که توی امور اداری یه دانشگاه استخدام بشه این مورد هم بهش اضافه شده بوده بعد از اینکه مرحله پرچالش و آزمون تموم شد و شما انشالله پذیرفته شدین و به مرحله بعدی معرفی شدین روال کار اینجوریه که معمولا دستگاه مورد نظر دیگه فارغ از اون برگزار کننده آزمون خودش رسن و شخصا شروع میکنه به یک سری اطلاعیه ها دادن و توی اون اطلاعیه ها افراد رو برای مراحل بعدی یعنی ارائه مدارک و مصاحبه ها مرحله به مرحله دعوت میکنه برای ارائه مدارک یک سری از مدارک دستگاه حتما اعلام میکنه و اینها واجب هست که حتما ارائه بشه اولین دسته مدارک مدارک هویتی هست که همون شناسنامه و کارت ملی شماست فقط توی این مرحله در جریان باشید که گاهن زمانی که آزمون برگزار میشه یک سری محدودیت ها مثل محدودیت های سنی وجود داره. ممکنه که خود دستگاه برگزار کننده آزمون اینها رو خیلی سفت و سخت چک نکنه یعنی شما میزنین که مثلا محدودیت سنی سی سال داره شما میزنین من زیر سی سالم اما وقتی مدارک هویتی شما تحویل دستگاه میشه میبینن که شما سنتون روز آزمون بیشتر از سی سال بوده و این رو مطمئن باشین که این موضوع برای شما عواقب خیلی جدی حتی حذف از پروسه مصاحبه رو خواهد داشت دسته دوم مدارک مدارک تحصیلی هست که این موضوع هم به همین شکل شما مدارک رو تحویل میدیم ممکنه فقط از شما یک کپی بگیرن ولی مدارک استعلام میشه و چنانچه مغایرتی مقایرتی وجود داشته باشه دیگه عواقبش بر عهده اون شخص اظهار کننده هست نکته سوم رزومه هست که خب سعی کنید رزومه ها یک رزومه یکسان نداشته باشین که هر جایی که میخواین تشریف ببرین همون رزومه رو با خودتون ببرین وابسته به محلی که دارین برای مصاحبه کاری تشریف میبرید رزومه متفاوت و کمی خلاقانه بنویسید به عنوان مثال شما وقتی میخواین یه رزومه مثلا تحصیلی بنویسید اون سوابق آموزشیتون خیلی توش با بولد بشه ولی وقتی که رزومه کاری دارین می با سوابق کاری و خصوصا سوابق کاری مرتبطتون رو توی اون رزومه بلد بفرمایید و خب آخرین چیزی که ازتون حتما میخوان عکس هست که عکسی مناسب جدید و با شعون کامل لطف کنید تهیه بفرمایید و از اینکه بخواین یه عکسی که خیلی مقبول نیست اگر خانوم هستید مو... یا آقا فرقی نداره اون درس کد و اون استاندارد پوشش مناسب رو توی اون عکس ندارید از ارائه همچین عکسی واقعا پرهیز کنید و حتما یک عکس جدید تهیه بفرمایید غیر از این موارد این چهار تا مدرک ممکنه توی اون اطلاعیه به شما ذکر نکنن ولی من جدا به شما پیشنهاد میدم اگر موارد دیگه‌ای برای ارائه دارین اگر مقاله دارین اگر مدرک زبان دارین یا اگه مدارک مرتبط دیگه ای دارین حتما این مدارک رو هم همراه خودتون ببرید.